سلام، اینجا پلاتو و ما با یک ویدیوی دیگه همراه شما هستیم. میلاد حاتمی بعد از ماه‌ها بازداشت بالاخره به ایران تحویل داده شد که ما برای شما جزئیات این خبر رو شرح میدیم. اما قبلش فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشین. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت کنید. بالاخره بعد از چند ماه بیخبری از وضعیت میلاد حاتمی که توسط پلیس استانبول دستگیر شده بود، امروز 19 اسفند اخباری مبنی بر تحویل اون به پلیس ایران در فضای مجازی منتشر شد. خبرگزاری تسنیم امروز در گزارشی رسماً اعلام کرد که پلیس ترکیه ساعاتی پیش میلاد حاتمی رو در مرز بازرگان به پلیس اینترپل ایران تحویل داده. این در حالی که چند سایت خبررسانی از چند ساعت پیش اعلام کرده بودند که میلاد از استانبول به شهر وان منتقل شده تا مراحل استردادش به ایران طی بشه. تسنیم در بخشی از خبر نوشت میلاد حاتمی یکی از گردانندگان و تبلیغ کنندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به شمار میاد و چندین سال از این طریق پول‌های زیادی رو کسب کرده و کلاهبرداری‌های زیادی در این رابطه انجام داده. اون همچنین از تمام روش‌های غیر اخلاقی برای تبلیغ استفاده می‌کنه. تحویل میلاد به پلیس ایران در حالی اتفاق افتاد که چند وقت پیش در خبری منتشر شد که میلاد حاتمی بنا به درخواست وکلاش با توجه به احتمال حکم اعدام قرار نیست به ایران دیپورت بشه و احتمالاً اون از ترکیه اخراج و به کشور دومینیکن منتقل می‌کنن. علاوه بر این خود میلاد هم در اولین تماس تلفنی که بعد از دستگیری با همسرش داشت اعلام کرده بود که اگر من به ایران دیپورت بشم بدون شک اعدامم میکنن. میلاد حاتمی یکی از شاخهای مجازی شناخته میشه که هیچ هنر خاصی نداره. نه در موسیقی کار میکنه و نه در سینما فعاله، بلکه فقط به واسطه نمایش زندگی لاکچریشه که معروفه و این نمایش از ماشیناش و پول و ساعتاش شروع میشه و تا اونجا که برای نشون دادن ثروتش در مقابل دوربین اقدام به خوردن دلار میکنه ادامه داره. اون با شوخیهای عجیب و چالشهایی مثل چالش پایین کشیدن شلوار اعضای خانواده جلوی دوربین تونسته نزدیک به 3 میلیون نفر در اینستاگرام فالوور جمع کنه. میلاد متولد سال 1360 در تهرانه و فعالیت خودشو با آموزش بدنسازی در اینستاگرام شروع کرد که برای این موضوع لقب آقای مربی رو هم به خودش تقدیم کرد. میلاد دو سایت شرط بندی داشت و با استفاده از اینستاگرامش فعالیت‌های تبلیغاتی این دو سایت رو پیش می‌برد و ادعا می‌کرد مخاطباش ماهانه با بازی کردن در سایتش می‌تونن درآمد نجومی داشته باشن. اولین دستگیری میلاد حاتمی برمیگرده به ماجرای فیلمی از اون در یک ماشین پلیس ترکیه در حال گشت زدن در استانبول که این موضوع باعث عصبانیت مردم و در نتیجه بازداشت میلاد شد. علاوه بر این پلیسی که در قبال دریافت پول حاضر شده بود ماشین پلیس رو در اختیار اون قرار بده هم دستگیر و از کار معلق شد. با این حال یک روز بعد از این ماجرا میلاد حاتمی که در بازداشت بود و به اینستاگرام خودش دسترسی نداشته لایوی گذاشت که در حال بیدار شدن بود تا به این وسیله نشون بده که تمام این مدتی که اون تو اینستاگرام فعال نبوده برای اینه که به یک خواب طولانی رفته و هیچ خبری از دستگیری وجود نداره. اما چند روز بعد از این لایو میلاد، خبرگزاری آناتولی دوباره خبر از دستگیری مجدد اونو منتشر کرد و این بار فیلمی از لحظات بازداشت و انتقال میلاد به اداره پلیس هم در این سایت منتشر شد تا از هان عمومی که در مورد دوردور حاتمی با ماشین پلیس جریحه دار شده بود آرومتر بشه. علاوه بر این خبرگزاری در بخش از توضیحات این خبر نوشت میلاد حاتمی پیشتر نیز در اقدام عجیب دیگه‌ای با خودروی لوکس به فروش هندونه در خیابان‌های استانبول پرداخته بود.
در خبری که از خبرگزاری آناتولی منتشر شده بود عنوان شد که میلاد حاتمی برای اخراج از ترکیه به مرکز استرداد اتباع خارجی استانبول منتقل شده، ولی هیچ اشاره‌ای از انتقال اون به ایران ذکر نشده بود و فقط بحث اخراج از ترکیه مطرح بود. اما بعدها خبری از انتقال اون به دومینیکن منتشر شد و حالا هم گویا رسماً تحویل پلیس ایران شده. اما غیر از فیلمی که از اون در حال گشتن با ماشین پلیس استانبول منتشر شد که همین موضوع موجب دستگیری میلاد بود، اون برای جرایم دیگه‌ای هم بارها و بارها تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده که از جمله این جرایم میتونیم به پولشویی و قاچاق انسان اشاره کنیم. بعد از دستگیری میلاد تقریبا هیچ خبری از اون منتشر نمی‌شد و جز اخباری که همسر اون به نام سحر در فضای مجازی منتشر می‌کرد، هیچ اطلاعاتی دیگه‌ای از میلاد در دست نبود. اما همسر اون بارها و بارها با استوری‌های از خودش و بچه میلاد از مردم درخواست می‌کرد تا برای آزادی اون دعا کنن و از اینکه خیلی‌ها از دستگیری میلاد خوشحال بودن ابراز ناراحتی می‌کرد. منم الان متوجه شدم، نمیدونم، من چند نفر رو فرستادم اونجا تو وان، وکیلش رو فرستادم، دیداییش رو فرستادم، چند نفر رو فرستادم، میگن اصلا مستقیم بردن ایران از همون زبگه رو بردن، اصلا کم نبردن، اما مستقیم بردن ایران، قرار بود امروز آزاد بشه، یه دفعه صبح بلندش کردم بردن، اصلا به کسی هم خبر ندادن، حتی به وکیلاش هم خبر ندادن، هم بندی شو من زنگ از میلاد رو دارن ریپورت میکنن ایران، رفتم اونجا داره اونجایی که بوده گفته نه اصلا میلاد این توه، اتاقش رو گذاشتن اتاق بغلی، ای دروغ 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 که وقت بکشن، بالاخره فرستادن اجرا، به هیچ کس هم خبر ندادن، تبادل کردن، میگه از تو ایران ترکیه یکی یا قابضه اینو دادن جا گفته ساعت 6 صبح اومدن با جنگ و دعوا بردنش، گفتن بیا بریم باید دیپورت بشی بری وان، وان حداقل یه روز یکی رو نگه میدارن، ما به خیال اینکه اینو وان نگه داشتن، اما مستقیم دیپورتش کردن ایران، تو سیستمشون نیست که میلاد باید دیپورت شه، کل دنیا میدونن که میلاد اگه بره ایران چه خبر میشه، خود ترکیه میدونه، سه ماه تو زندان بود که تا الان یادشون نبود دیپورتش کنن، امروز قرار بود آزادش کنه، همه کاراش کرده بود یه امضا مونده بود، به خاطر اینکه رفته با ماشین پلیس استوری گرفته، به خاطر اینکه توی قرنطینه با ماشین پلیس استوری گرفته، همین هیچ، فقط اینه نقص قوانین ترکیه، بابا ما اینجا خارجی ما چه میدونیم قانون شما چیه، اون پلیس تو قانونو میدونه که ماشینو میدونه. با تحویل میلاد به پلیس ایران به نظرتون چه حکمی در انتظار اونه؟ لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنید.